در شکل زیر نمودار تابع fx مساوی a سینوس x به اضافه b توسط خطی با شیب m مساوی 4 پیون در دو نقطه قطع شده است. دوتایی مرتب a و b کدام است؟ بچه ها دقت کنید، به نظر سوالی ذره سخت و پیچیده میاد، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. مگه من یه خط ندارم اینجا شیبش به من داده؟ خب من شیبه یه خط رو چجوری پیدا میکردم؟ دو تا نقطه روش داشته باشم، دلتا y به دلتا x میشد شیبش دیگه. پس میتونم اینجا بگم آقا m مساوی تفاضل عرضها. آقا عرض این نقطه چنده؟ آلفا. عرض این نقطه چنده؟ 3. پس میشه آلفا منهای 3 تقسیم بر تفاضل طولها. طول این نقطه چنده؟ 3 پی دوم. طول این نقطه چنده؟ 5 پی دوم. 3 پی دوم منهای 5 پی دوم میشه منفی 2 تا پی دوم. درست شد؟ این دو که با این دوه میره. از طرفی گفته که این شیب شما برابر با 4 پیومه. خب این پی هم که با این پیه میره. چی مونده الان؟ طرف این وسط این کن، آلفا منهای 3 برابر میشود با منفی 4. پس آلفا من منفی 1 بوده. یعنی اینجا نقطه منفی 1. حل. تابع شما که اینه، آ سینوس x به اضافه b. نقطه اول هم چنده؟ 3 پی دوم و منهای 1. اینو جایگزین میکنم اینجا، به جای ایگرگش میذارم منفی 1، به جای ایکسش میذارم 3 پی دوم. میشه آ سینوس 3 پی دوم به اضافه بی. بریم سادهش کنیم. آقا سینوس 3 پی دوم چنده؟ سینوس 270 درجه منفی 1. پس این میشه منفی 1 مساویه با منفی آ به اضافه بی. بریم بعدی. نقطه بعدی چنده؟ این نقطه 5 پی دوم و 3. به جای ایگرگش میذارم 3. این هم میشه آ سینوس 5 پی دوم به اضافه ایبی. میخوام اینو سادهش کنم. 5 پی دوم، من یک دوباره دایره رو به تو ذهنت، یه دونه پی دوم، 3 تا پی دوم، 5 تا پی دوم. 5 تا پی دوم بالاست. سینوسش چنده؟ 1. این هم میشه 3 مساوی است با آ به اضافه ایم. خیلی ساده دستگاه کن، آقا با هم میره. این میشه 2. این هم میشه 2 تا بی. پس ب شد 1. حالا که ب شد 1، تو ب رو توی یه نگه نبذار 1، فرق کنم که دوست داری، من توی پایینی میزنم ب رو میزنم 1، 1 میاد اینور، آ میشه 2. پس آ 2ه، بی هم 1ه. کدوم گزینه درسته؟ گزینه شماره 3.